در تاجیکستان کمره های چینی سیماشناس گذاشته می شود. رئیس جمهوری ترکمنستان پسرش را به منصب رئیسی ولایت تعیین نمود. در تاجیکستان برای تحویل سیم کارت ها جوابگری جنایی درآورده شد. روزهای نزدیک در پایتخت و دیگر شهرهای تاجیکستان ویدیو کامیرا های سیماشناس گذاشته می شود. در این خصوص رادیو آزادی با معاون سرداری مرکزی شهری بی‌خطر فرقت شایمردانوف تکیه نموده اطلاع می دهد. با گفته شایمردانوف ویدیو کامیرا های نوی استحصال شرکت چینی هواوی در اکثریت شهرهای کلانی کشور در جایهای جمع‌شوی انسان‌ها، در فرودگاه‌ها، در وگزل ها، در مرکز های تجارتی و در بازار ها گذاشته می شود. همیشه آدم ها رو دیگر می کنم لازمه. روی خودشه که این کار مثال دیگر آزی کمیره می مونی، اسم می مونی، در دون نمی کنم، در بیرون می گیرم. یاد رست می کنیم که سیستم شهری بی خطر در دوشنبه تیرماه سال 2013 بکار درآورده شده بود. آن زمان در دوشنبه 855 عدد کمیره نظارتی گذاشته شده بود. لایحه مذکور 22 میلیون دلار را تشکیل نموده، مبلغ مذکور اساساً از آن دولت چین است که در چارچوبه سازمان همکاری های شانخای همچون قرضی دراز مدت به مقداری 20.9 میلیون دلار برای عملی گردانی لایحه پیشنهاد کرده است. باید قید نمود در خود چین با واسطه سیستم نظارت ویدیویی که با خرید صنعی جهازانیده شده است، تا این سالهای دراز است که از بالای مسلمانان ترکستان شرقی سیاست نظارتی پر را گذرانیده می شود. با عقیده مشاهدان مقصد اساسی به کار درآوردن سیستم شهری بی خطر در سال 2013 نه تامین نمودن امنیت اهالی کشور، بلکه پر را به نظارت گرفتن ساکنان کشور برای تامین نمودن امنیت رژیم رحمان و برای گرفتن پیش راه بیداری دینی و سیاسی در کشور می باشد. جالبی دقت است که طبق اسلام از بالای شهروندان جاسوسی نمودن منع کرده شده است و خدمات های امنیتی تنها از بالای شخص های گمانبر شده و خطرناکی اساسناک شده حقوق دارند از بالای چنین شخص ها نظارت کند. در ماده 72 لایحه دستور اسلامی که از طرف یکی از پارتی اسلامی سیاسی بین الخلقی تهیه نموده شده است گفته می شود. ماده 72 نظررسترین چیزهایی که به امنیت داخلی تهدید پیدا می کند و اداره امنیت داخلی بر ضد آن مبارزه می برد چنین است: مرتدی، باغیگی، تاراج، تجاوز به مال، جان و ناموس مردم، معامله با اشخاصی که در جاسوسی به فایده کافرانی حکمان و عملا محارب گمانبر می شوند و غیره. در این خصوص دام‌الله شاکرخان از شهر دوشنبه به شبکه ما با طریق تلفن آید خبری مذکور چنین شرح داد. الله متعال در سوره حجرات می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تجسسوا، و در کارهای پنهانی یکدیگر جاسوسی مکنید. آیت مذکور از بالای اهالی جاسوسی کردن را منع میکند. در این خصوص پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند: من اکل برجل مسلم اکلتا فان الله یطعمه مثلها من جهنم، و من کسا ثوبا برجل مسلم فان الله یکسوه مثله فی جهنم. کسی که از بالای مسلمانان با روح جاسوسی یک پارچه طعام خورد، الله به او مثل آن طعام از آتش دوزخ می خوراند. کسی که از بالای مسلمانان با روح جاسوسی لباس بپوشد، الله به او مثل آن لباس از آتش دوزخ می پوشاند. این حدیث را ابو داود و احمد روایت کردند. در دوام تاریخ مسلمانان در دولت خود زندگی می کردند و کدام سلطانی و کدام امیری به سر قدرت نآید، شهروندان خود را با رژیم پلیس ترسانیده جاسوسی نمی کرد. امروز مردم تاجیکستان در زیر نظارت پر زندگی بسر می برد، و اگر پیشتر کامیره های نظارتی تنها در مسجدها گذاشته شده باشد، اکنون چنین کامیره های نظارتی در همه جا گذاشته می شود. البته رژیم رحمان که در باقی ماندن و پایدار ایستادن آن تنها دشمن های ما
منفعت دارند و می ترسند که مردم به دین خیش و اسلام بر می گردد. در تاجیکستان نظام ضد اسلامی سکولاریستی را تطبیق می کند و در این اسنا قصه های خود و نزدیکانش را با پول مردم پر نمودن را فراموش نمی کند. رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 37 ساله خود سردار بردی محمدوف را به منصب رئیس ولایت اخالسک تعیین نمود. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی خرونیکا ترکمنستان با آژانسی اطلاعاتی دولتی کشور تکیه نموده خبر داد. پیشتر سردار بردی محمدوف همچون معاون حاکم فعالیت کرده است. ولایت اخالسک در جنوب کشور در قسم مرکزی ترکمنستان جایگیر شده است. مساحت ولایت 97160 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. اهالی‌اش تقریباً 950000 نفر می‌باشد. حصه اقتصادی ولایت با حساب مجموع محصولات منطقوی 23% را تشکیل می‌کند. در سال 2000 به ولایت اخالسک 11% جایهای کاری، 23% محصولات کشاورزی طبق نرخنامه، اینچنین 31% از مجموع استحصال محصولات صنعتی در کشور راست می آمد. منطقه مذکور آید حجم استحصال گاز طبیعی در کشور در صف پیش می باشد، 43%. تو گوشنه نیستی، تو را یکان کس فشار آورده نمی تواند. یاد رست می کنیم که اینان چنین حالت در همسایه کشورهای منطقه نیز مشاهده کرده می شود، دیکتاتوران فرزندان خود را در منصب‌های اساسی تعیین کرده با این آنها برای خود وارث تیار می‌کنند. مثلا عیناً با چنین نقشه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان زمانی دراز است کوشش دارد برای پسرش تخت‌کرسی تیار کند تا اینکه حاکمیت را به او بسپارد. حتی برای این رحمان به سر قانون کشور تغییرات دارد. استایوس پرسیدتلم سویت بزپاسنسی از کاروانی در بالا ذکر شده شوکت میرزیایف و نورسلطان نظربایف نیز عقیل نمیمونند که دخترانشان در کشور منصبهای بلندپایه را اشغال مینمایند. امام علی رحمان علاوه هایی که به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری درآورده شده است امضا نمود. من بعد تحویل سیم کارت های موبایلی با مقصد های گویان اکستریمیسم و تروریسم استفاده بردن با جوابگری جنایی کشیده می شود. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاع داد. اکنون اشخاصی که سیمکارت های خود را به کسانی برای جنایت استفاده بردن می دهند به جوابگری کشیده خواهند شد. عین زمان طبق قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی های وابسته به آن، کمپانیای آید به از نو به قیدگیری مجبوری سیمکارت ها با شناسنامه نو تا سنه 15 آگوست سال 2019 گذرانیده می شود. سیمکارت هایی که صاحبان آن برای به از نو به قیدگیری در وقتش موفق شده نتوانند قطع کرده می شود. شناسنامه سیمکارت رو نمیتیان تا موی آگوست بود. همیشه معلومات ها. متخصصان بران عقیدند که چنین تصویت یعنی با مقصد های اکستریمیستی و تروریستی استفاده بردن سیمکارت ها معنای آن را دارد که حکومت قرار نمود نظارت پر را از بالای ساحه اینفارماسیونی وجود داشته را باز هم شدیدتر نماید. زیرا به همگان معلوم است که برای مردم کشور اینترنت یگانه منبعی است که از آن معلومات واقعی و درست گرفته می شود. بنابراین اینترنت برای رژیم کنونی خطر جدی می باشد. در وقتی شناسنامه گرفتن ایزی یاد رست میکنیم که حکومت تاجیکستان تا این سالهای اخیر سیاست مرکزانیده شده آیدی دشوار نمودنی دسترس شوی اینترنت به مردم گذرانیده استاده است. خصوصا ماهی اپریل سال جاری حکومت کوشش نموده بود نرخ اینترنت را دو برابر افزایش دهد، ولی پس از اوج گرفتن کمپانی پروسعتی علیه قرار قبول کرده رژیم حکومت مجبور شد قرار قبول کرده اش را بیکار نماید.